سورن و مهرداد بزرگ، برنامه نبرد با رومی ها، برابری زن و مرد. چلچراقی زیبا و زرنگار با سپندارهای سپید در تالار نهارخوری آویزان بود. تابلوهای زیبای فرش گرمی دلنشینی به تالار می بخشید. میز بزرگی با خوراکی های گوناگون و خوشمزه چیده شده بود و به دور آن شاه شاهان مهرداد دوم، پسرانش سورن و روزبه گزیر کشور نشسته بودند. مهرداد به سورن لبخند زد. ساماندهی کاروانهای کمک به خوبی انجام شده بود. سورن گفت: سرورم، یوتاب نخستین برنامه کار را فراهم کرد و سپس فرمانده های سپاه روی آن بیشتر کار کردند. او به زودی برنامه ریز جنگی بزرگی خواهد شد. هر زمان آزاد باشد به کتابخانه شما می آید و به خواندن روش های جنگی رومی ها و سکاها می پردازد. اورود فرزند سوم مهرداد گفت: او همیشه دشواری ها را می شناسد و چاره اندیش است. استاد آموزش شمشیرزنی هوش او را ستایش می کند. دوست داشتم او هم یکی از فرمانده های کاروان ها می بود. امروز بسیار غمگین بود. سورن گفت: ما برای این گماشتگی باید بهترین سربازها را برمی گذیدیم. گودرز موزیانه لبخند زد: می خواهید بگویید یوتاب سرباز خوبی نیست؟ اگرچه بیشتر سربازهای زن به قدرت و توانایی سربازهای مرد نیستند. اورود با اشاره چشم به او یادآور شد: سخن ناخوشایندی گفته است. مهرداد به نرمی به او پاسخ داد: پسرم، یک بار گفتم نکته نرولاسی زن و مرد را کنار بگذارید. همه با هم برابر هستند، همه دانش و توانایی دارند. راز پیروزی هر پادشاهی این است که همه مردم باهوش و توانمند را از هر گروهی، چه زن و چه مرد، در پاسداری و پیشرفت سرزمین به کار گیرد. برای شما یک نمونه بیاورم. اگر 100 مرد برای انجام کاری دارید، همه آنها به یک اندازه هوشمند و با فراست نیستند و توان جسمی برابر و بایسته ندارند. در این هنگام باید از توانایی های زنان کاردان و دانا به جای آن مردان سست و ناتوان استفاده کرد. بدین سان می توانید یک گروه یک دست و یک پارچه از هوشمندی، فراست و کاردانی و توان جسمی داشته باشید. اگر تنها از مردها در کشور استفاده شود، درست همانند این است که یک آدم با یک پا راه برود و کسی که یک پا دارد نمیتواند شبیه یک آدم دو پا راه برود. خسته می شود و توان خود را از دست می دهد. اگر تنها مردها در مملکت داری شرکت کنند، کشور با نصف توان خود به پیش راهبری می شود و کشورهای تجاوزکار از ناتوانی سرزمین سودجویی می کنند و کشورگشایی می کنند. دوست ندارم در میدان رقابت کاری و جنگی کسی از واژه زن برای پایین کشیدن هماورد و رقیب بهره جویی کند و خود را برنده ببیند. این کار ناتوانی یک مرد است که برای بالا کشیدن خود در جاه هم رسم‌های زن را برای زن بودن خار کند و بر دوش‌های آنها بیستد و بگوید من از همه برترم چون یک مرد هستم. از نیکی بیاموزید که چگونه زنان را از هر گروهی پشتیبانی می‌کند و پیرو بنیاد کورش کبیر است. مردم هر سرزمین از زر و سیم و جواهرات آن کشور با ارزش تر هستند. فرزندم، اگر من هم جای سورن بودم، بیگمان نمی گذاشتم یوتاب به سفر برود، چون این دختر نازنین برای پاسداری از دوستانش در نبرد با گرگ ها آسیب دید.
و چون یک مرد دلیران جنگید. پروردگار بزرگ با او بود که سورن به هنگام رسید و او را از چنگ گرگ‌ها رها کرد.